فرودگاه کنکونیم براتون ویدیو میگیرم. چه بوهایی اینجا میاد، بوهای خوب. همه مارکا اینجا هست. حالا بیایم سراغ جولی. قابل توجه دوستداران ساعت.
هیرینگ قابل توجه دوستداران $238 آمریکایی. سلام دوستان، ما برگشتیم بعد از یه سفر پرماجرا. سرما خوردم، الان میخوام برای خودم یه دونه سوپ ماش درست کنم. از اونجایی که ماش گرمه، هیچ چیز خاصی هم نداره، ماش، برنج نیم کوب و یه دونه پیاز، نمک و فلفل. همه رو با آب بار گذاشتم بدون اینکه سرخ کنم. سوپ ماش، سوپ گرمیه برای سرماخوردگی. یه مقدارم سبزیجات خشک مثل جعفری و ترخون و شنبلیله و گشنیز بهش اضافه کردم، چون فعلا هیچی تو خونه نداشتیم و من حالم زیاد خوب نیست که بخوام برم خرید. When you cough a lot, it's a good soup. مقداری ماش اینجا خیسوندم، با برنجم که خیسوندم و گوشت چرخ کرده و پیاز یه ماش پلو درست کنم. امروز گیری دادم به ماش. از اونجایی که ماش خاصیتش گرم هست، هر وقت سرما میخورید
سعی کنید تو برنامه غذاییتون قرارش بدید. اینجا هم پنیرک خریدم، ضد سرفه و مرهم سینه، is good for coughing. اینجا گذاشتم توی آب، جوش اومده، میخوام استفاده کنم برای سرفه هم. به این اندازه توی 2 لیوان آب، this much in 2 cups of water, cold water, and then leave it to boil, and it's good for coughing. پس قبلی کمی زردچوبه بهش میشه. Only turmeric and salt. پنیرک و 31 عدد عناب دم کردم که الان بخورم برای سینه دردم. ماشا رو که پختم برنج رو بریزم توش رو آبکش کنم. یک کمی هم برای آرمین ورمیشلی با این گوشت چخ کرده درست کنم. پره های سیر، گارلیک، این هم برای آرمین. خب این برنج آبکش کردم، نونم گذاشتم. اینجا انجل هیر آرمینه. سرفه های شدید دست از سر من بر نمی داره و من سعی می کنم تو سوپام و غذاهام سیر و پیاز رو بدون اینکه سرخ کنم استفاده کنم. Hello everyone, I put some turnip and it's good when you have cough. یه مقدار شلغم گذاشتم تو آب که بپزه و بخورم برای سرفه و سرماخوردگی. جمی نوی پر روم توس. ایسی رجو ده لو که سبوی جو بوار. اینم آب شلغم که میخوام بخورم برای سرماخوردگی. با سلام خدمت دوستای عزیزم، امروز 28 نوامبر هست 2024. من از شهر مونتریال باهاتون صحبت میکنم. امروز اینجا بارونیه، برودت و سرما هم حدود 2 درجه زیر صفره، ولی خیلی سرد نیست، فیلینگش مثل 0 درجه است. بارون نم نم هم داره میاد. ساعت 10:30 صبح من گفتم بیام یه پیاده روی روزانه بعد از اینکه سفر کنکونمون برگشتیم مریض شدیم. البته من 2 روز بعد از این سفر ویروس رو گرفتم توی هواپیما. این ایر سیرکولیشن ها رو با گفته این نرس که توی بیمارستان جویش جنرال مونتریال رفتم و خیلی خانم خوبی بود. شیفت شب بود که من رفتم، ایشون گفتن که خانه ها و ساوت ویست که برین مثل کوبا، رپابلیک دومینیکن یا حالا هر کشور گرم دیگه ای که برین شما این ویروس رو میگیرین. توی هواپیما ها این ایر سیرکولیشن ها رو باز میکنن و این ویروس میچرخه و اونایی که مریضن ویروس رو به بقیه میدن. منم اشتباه کرده بودم که ماسک نزدم و
این اشتباه من بود و من از همون روز دوم بود تقریبا که خارش و سرفه های گلوم شروع شد و باکتری رو با گفته دکتر اونجا گرفتم که بعد عکس برداری کرد و آنتی بیوتیک داد و اینا، یک کمی بهتر شدم ولی سرفه ها هنوز دست از سر ما بر نداشته. من و همسرم مریض شدیم ولی آرمین خدا رو شکر خوبه. خب ما رفتیم کنکون و خلاصه اینجوری که من نگاه کردم بهترین سیزن و بهترین هوا برای رفتن به اونجا از نوامبر تا اپریل هست و دیگه پسرم و همسرشون انتخاب کردن که چون آف سیزن هم بود الان و یه پروموشن خوبی داشتن تو این ماه برن و مراسم و جشن عروسیشون رو برگزار کنن. البته از نظر من هوا اصلا خوب نبود، همش ابری و بارونی و اصلا هوای گرمی رو من احساس نکردم. اینم شانس ما بود که توی موقعیتی رفتیم که هوا همش طوفانی بود. بادای شدیدی می اومد که اصلا یعنی این شنا رو بلند میکرد، اگه عینک روی چشات نبود شنای ریز رو بلند میکرد و تو چشم آدم میزد و من از اونجا چش دردم شروع شد واقعا. و به شما توصیه میکنم که هر وقت ساوت وست میرید یا هر کشوری رو انتخاب میکنید توی مخصوصا ایام پاییز حتما عینک رو با خودتون ببرید، عینک آفتابی رو با خودتون ببرید. این انگشتای من یخ زده، دستکش پوشیدم، با دستکش هم که نمیشه تلفن رو خاموش روشن کرد. خلاصه جونم براتون بگی که من انقدر حالم بد بود اونجا و این سرفه ها امان از من گرفته بود که من مجبور شدم برم بیمارستان خصوصی اونجا که خیلی گرون بود. به من گفتن که حدود 5000 دلار آمریکایی، اونم با ویزا، اگر فقط ویزا داری یا پول باید بدین که ما یه عکس از اکس‌ری بگیریم از سینه‌تون رو و مثلا یه تست انجام بدیم، که من قبول نکردم و گفتم خیلی زیاده و اصلا من ندارم چنین پولی رو. به راننده تاکسی هتل گفتم که منو ببر یه بیمارستان ارزان‌تر که منو برد پالایا مد. اونجا باز مشکل این بود که دکتر اونجا اصلا انگلیسی نمیتونست حرف بزنه، فقط یه خانم نرسی بود که یکم میتونست حرف بزنه. خلاصه نمیدونم دیگه حالا چقدر ما هم دیگه فهمیدیم، ولی اکسری از چست من و قفس سینه و ریه من گرفتش و گفتش که باکتری داری، انفکشن کردی و به محضی که ورود کردم به من اکسیژن زدن، در حالی که اون بیمارستان پرایبتشون فقط از پول فکر میکرد و حتی من با اون وضع بد رفتم حتی یه اکسیژن هم به من نزدن و حال بیمار اصلا براشون مهم نبود. ولی پالایا مد خیلی بیمارستان خوب و پرسنلش هم خیلی مهربون بودن که به من رسیدگی کرد، آمپول زد توی پای من، یه مقدار این ریه‌های من باز شد و من تونستم نفس بهتر بکشم و کم سرفه هم کمتر شد. خلاصه داروها رو گرفتم حدود 1000 دلار با ویزیت دکتر رو با داروهاش و با کرایه تاکسی که دادم حدود 1000 دلار من هزینه کردم برای بیماری. و به شما توصیه میکنم اگر میرید حتما واکسن آنفولانزا یا فلو واکسن رو بزنید، ماسک بزنید حتی الامکان توی هواپیما ماسک بزنید، چون بالاخره بچه ها و آدم های بیمار هستن که با این ایر سرکولیشنی که تو هواپیما انجام میشه این ویروس ها اینا پخش میشه و ممکنه شما مریض بشید. مواظب سلامتی خودتون باشید و تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدا میسپارم. خیلی سخته، بارونم هست.